با درود حضور بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری بار دیگر برنامه در جستجوی, ادالت عدالت رو خدمتتون تقدیم میکنم این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت یک بعد از ظهر به وقت غرب امریکا از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه همچنین اونو میتونید در آرشیو برنامه های تلویزیون ایران فردا و همچنین یوتیوب ملاحظه بکنید کارگردان فنی برنامه آقای سپهر خسروی هستن که از همکاریشون سپاسگزاری میکنم. امروز با توجه به تحولات اخیر قانون مهاجرت امریکا میخواستم مطالبی رو برز بینندگان گرامی برسونم که بسیار مورد سوال واقع شده و اون ماجرای گرفتن ویزا لزوم انجام مصاحبه برای گرفتن ویزا برای کسانی است که تا کنون احتیاج نداشتند برای آمدن به امریکا ویزای ورود عقص بکنند همونطور که در یک از برنامه های قبل هم اشاره کردم طرحی رو دولت امریکا به تصویب رسوند در کنگره امریکا که به موجب اون اتباع 38 کشور دنیا از جمله 28 کشور اروپایی و ده کشور دیگر که اتباع این کشورها نیازی نداشتند برای آمدن به امریکا اخز روادید بکنند بلکه می توانستند با داشتن گذرنامه اون کشورها سوار هواپیما بشن و به امریکا تشریف بیارن و بعد از اتفاقات تروریستی که اخیرا پیدا شده در دنیا و به ویژه ماجرای سن برناردینو دولت امریکا قانونی رو وضع کرد که اطباع اون کشورهایی که بدون ویزا می توانستن به امریکا بیان در صورتی که در پنج سال گذشته به یکی از چهار کشور ایران و عراق و سوریه و سودان سفر کرده باشند نمی دیگر بدون ویزا وارد امریکا بشن بلکه قبل از آمدن باید حتما به کنسولگری امریکا مراجعه بکنند و یک مصاحبه ای بشن و اگر تایید شد ورودشون بتونن به امریکا بیان همون موقع هم بنده عرض کردم در این برنامه که اجرای این برنامه بسیار مشکل خواهد بود برای اینکه معلوم نیست چه کسانی سفر کردند چه کسانی سفر نکردند اگر مهر ورود و خروج در کشوری مثلا مثل ایران نباشه در پاسپورت تکلیف چیه و از هفته گذشته که این مقررات به مرحله اجرا درآمد معلوم شد که چون نمیتونند انتخاب بکنن و بفهمند که کی به این چهار کشور سفر کرده یا نکرده از همه کسانی که با داشتن اون پاسپورت ها میخوان به امریکا بیان مصاحبه انجام میشه و گاهی وقتا ممکنه تا سه ماه طول بکشه تا به اینها اجازه ورود به امریکا داده بشه نگرانیی که ایجاد می شود این است که اصولا مقررات عقص روادید بین کشورها بر اساس اهنامه های متقابل هست بنابراین اگر کشوری با کشور دیگری اهنامه داشته باشه که بگوید ما اطباع شما رو بدون ویزا میپذیریم. اون کشور هم باید معامله متقابل بکنه و اطبای این کشور رو هم همچنان که دارندگان گذرنامه های امریکایی تا کنون می به کشورهای اروپا و بعضی سایر کشورهای دیگر دنیا بدون اخذ روادید و ویزا آزادانه سفر بکنند و انتظار می رود که با شروع اجرای قانونی که دولت امریکا وضع کرد نسبت به اتباع سی و هشت کشور دنیا این کشورها هم معامله متقابل بکنند و نسبت به دارندگان گذرنامه امریکایی هم مقرارات مشابهی رو وضع بکنند این احتمال که بسیار زیاد هست اگر به تحقق به پیوند در اون صورت ایرانی هایی که مثلا گذرنامه امریکایی دارند و در پنج سال گذشته به ایران سفر کرده باشند دیگه آزادانه نخواهند توانست که به کشورهای اروپایی یا کشورهایی که با از دارندگان گذرنامه امریکایی ویزا نمیخواستند بروند و باز اینها هم مشمول مقررات عقص روادید خواهند بود بنابراین مسئله ای که ایجاد شده است این است که کسانی که مایلند ما سفر بکنند چه از اروپا به امریکا چه از امریکا به اروپا بهتره که برنامه سفر خودشون رو برای ماهای بعد بریزند و انتظار این رو داشته باشند که اگر بخواهند فورا به یکی از این کشورها سفر بکنند مواجه با محضورات و مشکلاتی بشوند و بنابراین حداقل باید سه ماه فرصت برای خودشون قائل بشن اگر بخواهند که با این گذرنامه ها سفری بکنند برای اینکه در صورتی که ناچار باشند به کنسولگری مراجعه بکنند و ویزا بگیرند این ممکنه به این اندازه طول بیانجابد تا ویزاشون صادر بشه البته در مورد این مقررات ایرادات بسیاری وارد شده و به نظر میرسه یا امید این هست که در آینده نزدیک تغییراتی در این قانون داده بشه برای اینکه ملاحظه کنید اونچه که تاکنون ما دیده ایم در طول سی چهل سال اخیر بیشتر عملیات تروریستی که انجام شده از طریق سفر یا اقداماتی در درون مثلا کشورهای دیگری بوده مثل عربستان سعودی مثل یمن و یا پاکستان که در حال حاضر پاکستان به عنوان هاب یا مرکز اصلی القاعده و گروه گروه های افراطی اسلامی شناخته شده و یا سومالی ولی این کشورها در این مقررات جدید نامی ازشون برده نشده و بنابراین این یکی از ایراداتی است که به قانونگذار امریکایی گرفته شده که شما چرا چهار کشور رو استثنا کردید و جز این مقررات قرار دادید و از جمله ایران که تاکنون ثابت نشده که در عملیات تروریستی بین المللی نقش فعالی داشته باشه و بنابراین شمول ایران در جزء این کشورها جز مواردی است که بسیار مورد ایراد و انتقاد واقع شده و امید این هست که با اقداماتی که در حال انجام هست نام ایران لاقل از زمره این کشورها هست بشه و نام بعضی از کشورهای دیگه مثل پاکستان و یمن و سومالی و عربستان بهش اضافه بشه شاید هم با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی که بین دول این کشورها با دولت امریکا هست این به تعویق بیفته ولی به هر حال توجه دارید که در مسائل دنیاوی و در مسائل سیاسی به, وجو... به ویژه ملاحظاتی وجود داره که برتر از موازین حقوقی یا انصاف و عدالت قانونی هست بنابراین باید دید که روابط سیاسی دولت امریکا با کشورهای مختلف حتی کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان به... یا عربستان به چه مسیری سیر خواهد کرد و نتیجه این چه خواهد بود اون چه که مسلمه با توجه به فعالیت های تروریستی بنیادگرایان افراطی محظورات و ممنوعیت ها و محدودیت هایی در این نقل و انتقالات و سفرها انجام شده البته بحث در این است که بازرگانان بازرگانان از این مقررات معاف بشن یعنی کسانی که بتوانند ثابت کنند که کارت بازرگانی دارند و برای مقاصد بازرگانی سفر می کنند به اروپا یا امریکا حتی ایرانی هایی که در اروپا هستند و می به امریکا بیان اگر که به ایران یا اون کشورهای دیگه هم سفر کرده باشند در صورت اینکه ثابت کنند که برای مصارف و مقاصد بازرگانی بوده معاف باشند از اخذ ویزا باید دید که آیا این چگونه انجام خواهد شد چگونه به مرحله اجرا در خواهد آمد و نتیجه آن چه خواهد بود در این رابطه مسئله ویزاهای نامزدی باز مطرح شده است برای اینکه امروز این بحث در محافل قانونگذاری امریکا مطرح شده که صدور ویزاهای نامزدی رو هم یا محدود کنند یا ممنوع کنند یا دوچار یک مقررات سختگیرانه بیشتری بکنند برای اینکه افراد نتوانند به راحتی از کشورهای جهان سوم و کشورهای خاور میانه شخصی رو به عنوان نامزد خودشون اجازه بگیرن و به امریکا بیارن برای اینکه این یک از مواردی است که دیده شده در گذشته که ازش سوء استفاده شده و در کشورهای دیگر هم این سوء استفاده ها انجام شده در انگلستان به عنوان مثال همکنون این بحث هست که خیلی ها از طریق نامزدی وارد انگلیس شدند و مقاصد تروریستی و مقاصد خرابکارانه داشتند و بنابراین به نظر میرسه که به زودی محدودیت هایی هم در زمینه مقررات صدور ویزای نامزدی به بار بیاد در همین رابطه قانون تحول کلی قانون مهاجرت امریکا که از سه سال قبل توسط سنای امریکا تصویب شده بود ولی در مجلس قانونگذاری معوق مونده بود همچنان دچار تعویق بماند و به این زودی ها تکلیفش معلوم نشه قانونی بود که تکلیف دوازده میلیون فرد غیرقانونی در امریکا رو مشخص می کرد یک نوع عف عمومی به اینها قرار بود اعطا بکنه ولی اون هم فعلا در بوته تعویق افتاده و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا بکنه از جانب دیگر مسئله ای که امروز مطرحه در دیوان عالی کشور امریکا اجازه یا اختیار رئیس جمهور به صدور فرامین اجرایی در زمینه مسائل مهاجرتی محل بحث قرار گرفته آقای اوباما رئیس جمهور امریکا دو سال قبل یک دستورالعملی رو به ادارات مهاجرت ابلاغ کرد که بر اساس اونها افرادی که به صورت غیرقانونی در زمان طفولیت به امریکا آمدند بتوانند در صورتی که حداقل دیپلم دبیرستان رو داشته باشند و سابقه کیفری نداشته باشند یک اجازه های دو ساله برای گرفتن اقامت و کار و گواینامه رانندگی داشته باشند این قانون رو به طور مخفف بشت... یعنی این قانون که نیست این دستورالعمل اجرایی رو دکا میگویند ای ای و بر اساس اون جوان هایی که در کودکی به صورت غیرقانونی به امریکا آمده بودن توانستند اجازه های دو ساله بگیرند برای گرفتن اقامت و اجازه کار و بعد سال گذشته هم دستورالعمل دیگری آقای اوباما صادر کرد که پدر و مادر چنین فرزندانی هم بتوانند از اجازه های دو ساله بهرمند بشن که بتونن در امریکا بمونند تا تکلیفشون توسط کنگره امریکا معلوم بشه چندین ایالت امریکا فرمانداران اونها که در رأس اونها فرماندار ایالت تگزاس بود به دادگاه فدرال مراجعه کردند و اعلام کردند که این دستورالعمل آقای اوباما غیر قانونی است برای اینکه ایشون از حدود اختیارات خودش به عنوان یک رئیس جمهور تجاوز کرده و در امور مهاجرت که باید کنگره امریکا قانون اون رو بگذرونه تغییراتی داده که در نتیجه غیر قانونیه هفته گذشته دیوان عالی کشور به این دعاوی این ایالات و که ارز کردم در رس اونها ایالت تگزاس هست رسیدگی کرد و قبول کرد که این پرونده رو رسیدگی بکنه و به نظر می تا سه ماه دیگه رأی دیوان عالی کشور در این زمینه صادر بشه و بسیار روشنگر خواهد بود باز میگردم به دنبال این بحث ادامه خواهم داد خب بینندگان گرامی در مورد قانون اخس ویزا برای دارندگان گذرنامه های اروپایی صحبت کردیم و نتیجه که به نظر میرسه برای دارندگان گذرنامه امریکا هم پیش خواهد آمد و همچنین محدودیت هایی که در زمینه ویزای مهاجرت پیش میاد و نیز به قانونی که به دعوایی که اخیرا در دیوان عالی کشور امریکا مطرح شده که 13 ایالت امریکا علیه دستورالعمل اجرایی آقای رئیس جمهور در زمینه مسائل مهاجرتی اعلام کردند که رئیس جمهور از حدود اختیارات قانونی خودش تجاوز کرده و باید دستورالعمل اون رو مبنی بر اعطای اقامت موقت به پدر و مادرهای فرزندانی که غیرقانونی به امریکا آمدن که این رو داپا میگویند دی ای پی ای رسیدگی کنه دیوان عالی قبول کرده و استدلال هایی شده تا ماه جون به نظر میرسه که رأی دیوان عالی کشور صادر بشه و معلوم خواهد شد که آیا این دستورالعمل اجرایی آقای اوباما و چه قانونی خواهد داشت یا اینکه توسط دیوان عالی کشور رد خواهد شد هر تصمیمی که دولت دیوان عالی امریکا بگیره اثر فوقلادهی خواهد گذاشت یعنی به هر طرف که رأی بده چه به نفع ریاست جمهوری چه به ضرر ریاست جمهوری آثار مهمی خواهد داشت از طرف دیگه چون امسال آخرین سال دوران ریاست جمهوری آقای اوباما خواهد بود در جمهور آینده اگر که از حزب جمهوری خواه انتخاب بشه در صورتی که حتی اگر دیوان عالی کشور دستورالعملهای آقای اوباما رو تایید و تنفیذ بکنه باز احتمال می رود که رئیس جمهور آینده اگر جمهوری خواه باشه اون رو لغو بکنه چون دستورالعملهای رئیس جمهور رو رئیس جمهور بعدی میتواند از بین ببره بنابراین باید دید که تا پایان امسال تکلیف این دست از مهاجران به کجا خواهد رسید در همین زمینه مسئله دیگری که پاره از بینندگان گرامی از من خواسته بودن راجبش صحبت کنم با توجه به این تحولات اخیر راجب مسئله دوال سیتیزنشیپ یا تابعیت مضاعف هست یعنی کسانی که تابعیت مثلا ایرانی هستند و تابعیت اروپایی رو هم یک از کشورهای اروپایی رو هم عقص کردند یا تابعیت امریکا رو عقص کردند و در حال حاضر دو گذرنامه یا بعضی ها سه گذرنامه از کشورهای مختلف دارند و میخواهند بدونند که تکلیف دارندگان تابعیت مضاعف چیست اصولا از لحاظ حقوق ایران و قانون ایران تابعیت مضاعف شناخته شده نیست بنابراین ایرانی که تابعیت ایرانی رو داره با اخذ تابعیت یک کشور دیگر به طور خود به خود تابعیت ایرانیش از دست نمیده تابعیت ایرانی بر طبق قانون فقط در صورتی قابل سلبه که مجلس شورای ایران او رو تایید بکنه یعنی هیئت دولت پیشنهاد بکنه برای سلب تابعیت از کسی و مجلس هم او رو تایید بکنه بنابراین تابعیت ایرانی اشخاص از لحاظ دولت ایران به قوت خودش باقی میمونه حتی اگر که تابعیت کشورهای دیگر رو هم عکس بکنه از لحاظ دولت امریکا و قوانین امریکا تابعیت مضاعف اشکالی نداره یعنی دولت امریکا هم تابعیت خودش رو مرجح میدونه و بنابراین کسانی که تابعیت امریکایی رو تحصیل کرده باشن از لحاظ دولت امریکا امریکایی محسوب میشوند ولو اینکه تابعیت های دیگری داشته باشند اشکالاتی که در زمینه تابعیت پیش میاد تابعیت مضاعف پیش میاد در مسائلی مربوط به مثلا جنگ هست برای اینکه کسی که تبعی کشوری دیگری می شود سوگند وفاداری به قوانین اون کشور می خوره و اگر این قوانین با قوانین کشور اصلی خودش در تعارض باشه معلوم نیست که این شخص باید در هنگام تعارض به کدام یکی پابند بمونه و وفادار باشه و اگر جنگی پیش بیاد بین دو کشوری که شخص تابعیت هر دو رو داره کدام رو باید و بخوان به هر دو کشور بخوان او رو به جبهه جنگ علیه کشور دیگر بفرستند تکلیف چنین شخصی چه می شود مسئله تابعیت مضاعف به طور کلی یک بیماری حقوق بین المللی محسوب میشه و چیزی است که کشورهای دنیا خیلی با او راحت نیستند و با او توافق ندارند بسیاری از موارد اصولا چون بزرگترین فایده تابعیت غیر از داشتن گذرنامه اون کشور مسئله حمایت سیاسی یعنی اگر که کسی که تابعی کشوری هست کشور دیگری به او ستم بکنه و حق او رو ضایع بکنه کشور مطبوعه او یعنی کشوری که او تابعیتش رو داره موظف هست که به حمایت سیاسی از او بر خیزد و به دادگاه بین علیه کشور متجاوز شکایت کنه اما در صورتی که دو، یک شخصی دو یا چند تابعیت داره و مواجه با خدشه حقوق خودش یا تجاوز به حقوق خودش بشود کدام کشور موظف است که حمایت سیاسی از او رو به عمل بیاره و این است که در مورد موارد تابعیت زی... مضاعف حمایت سیاسی هم محل سوال قرار میگیره از جانب دیگه مسئله ای که وجود داره در مسئله تابعیت مضاعف ماجرای وفاداری و مسئله ارث و احوال شخصی اون شخص است برای اینکه فرض بفرمایید بر طبق قانون ایران احوال شخصی یک ایرانی احوال شخصی یعنی مواردی مثل ازدواج و طلاق و ارث و نسب و وصیت است بر طبق قانون محل تولد او یعنی قانون خاک قانون خون روشن میشه بنابراین یک ایرانی در هر جای دنیا که باشه ارث و وصیت و طلاق و ازدواج او باید بر طبق قانون خون او یعنی قانون محل کشور که پدر او از اونجا بوده و اون متولد اونجاست باشه بنابراین یک ایرانی در هر جای دنیا که باشه احوال شخصیش بر طبق قانون ایران انجام خواهد شد اما در کشوری مثل امریکا که قانون خاک اصل خاک معتبر هست نه اصل خون احوال شخصیه اتباع امریکا تابع خاک یعنی محلی هستند که اونا اقامت دارن بنابراین یک امریکایی در کشورهای دیگر اگر باشه احوال شخصی است بر طبق قانون اون کشورها عمل خواهد شد و یک غیر امریکایی اگر در امریکا باشه احوال شخصی هست بر طبق قانون امریکا باید تعیین بشه بنابراین وقتی که دو کشور مثل ایران و امریکا در موضوع واحد دو قانون مختلف رو اجرا می کنند باید دید که تکلیف چیست این از مواردی است که در حقوق بین الملل به راکت بین المللی یا تعارض قوانین معروف هست و ایجاد اشکالات بسیاری کرده به همین دلیل من همیشه به دوستان و موکلینی که در این زمینه پرسش دارند عرض می کنم اگر شما ایرانی هستید و تابعیت امریکا را هم دارید یا در خاک امریکا دارید زندگی می کنید و مایلید وصیت نامه تنظیم بکنید اگر شما در کشور ایران و در کشور امریکا هر دو اموالی دارید یا وراثی دارید بهتره که دو وصیت نامه داشته باشید یکی بر طبق قانون ایران تهیه بشه چون شرایط شکلی وصیت نامه در ایران و امریکا مختصر تفاوتی با هم داره و یکی هم وصیت نامه ای بر طبق قانون امریکا تعیین بکنید برای اینکه نسبت به اون اموال و وراثتی که شما در خاک امریکا دارید قانون امریکا حاکم خواهد بود ولی در مورد اموالی که در ایران دارید قانون ایران خا... حاکم خواهد بود بنابراین شما نمیتونید اگر مالی در ایران دارید یه وصیت نامه در امریکا بر طبق قانون ایالت محل اقامت خودتون تعیین کنید تصویب کنید امضا کنید و ببرید به ایران برای اجرای اون چون ممکنه که اون وصیت نامه ای که بر طبق قانون مثلا تگزاس یا نیویورک یا کالیفرنیا تهیه و تنظیم شده بر طبق قانون ایران معتبر نباشه بنابراین بش کی اثر داده نخواهد شد یکی از تفاوت های کلی در مورد وصیت نامه مسئله حق موسی یعنی حق وصیت کننده مقدار مالی است که وصیت میکنه در ایران شما اگر که جزء اقلیت های مذهبی نباشید فقط میتونید نسبت به سولس یعنی یک سوم اموال خودتون وصیت کنید و اگر بیشتر از یک سوم وصیت کردید در اون صورت اون وصیت نامه غیر قابله اجرا خواهد بود مگر اینکه تمام وراس و تمام زینف ها بیان و او رو تایید و تنفیز بکنن بعد از فوت شما در حالی که در مثلا قانون بیشتر ایالات امریکا شخص میتواند نسبت به تمام اموال خودش وصیت کنه و از این حیث محدودیتی وجود نداره تفاوت دیگه مسئله محروم ساختن از ارسه چون در ایران شما نمیتوانید یکی از اوراس رو از ارث خودتون محروم بکنید و صریحا بنویسید که پسر من یا دختر من از مال من چیزی نخواهد برد در حالی که در امریکا چنین محدودیتی وجود نداره و شخص میتواند یک یا چند تن از وراس خودش رو به کلی از ارث محروم بکنه از طرف دیگه مسئله طلاق هست که خیلی ها میگویند که ما مثلا در ایران ازدواج کردیم حالا که در امریکا زندگی میکنیم اگر بخوایم طلاق بگیریم باید برگردیم ایران طلاق بگیریم چون ازدواج ما در ایران بوده این درست نیست اگر شما در امریکا زندگی میکنید بر طبق قانون امریکا طلاقتون هم تابع قانون امریکا خواهد بود اما اون طلاق ممکنه در ایران شناخته نشه مثلا در ایران مرد فقط حق تقاضای طلاق داره و خانم ها فقط در یه شرایط استثنایی و محدودی حق تقاضای طلاق دارن در حالی که در امریکا چنین نیست و زن و مرد هر دو هر کدوم به تنهایی هم میتونن طلاق بگیرن در امریکا اگر یک خانم ایرانی تقاضای طلاق بکنه و حکم دادگاه صادر بشود این طلاق در ایران شناخته شده نیست و رسمیت نداره مگر اینکه همسر او یعنی شوهر او هم بره اونو تنفیز کنه تایید کنه و بگه من باش موافق هستم به همین دلیل است که یکی از مشکلاتی که خیلی از هموطنان ما باش مواجه شدن خانوم هایی هستن که رفتن در امریکا طلاق گرفتن بعد رفتن به ایران و بعد وقتی خواستم بازگردند مواجه شدن که ممنوع خروج شدن از طرف شوهرشون و هرچه اعلام کردن که من طلاق گرفتم و دیگه این مرد نمیتونه نسبت به من حقی داشته باشه میگویند شما طلاقت بر طبق قانون ایران شناخته شده نیست و بنابراین هنوز شوهردار محسوب میشی و باید بری اجازه خروج رو از شوهرت دریافت بکنی مسئله مهریه هم یکی از مسائلی است که معمولا مطرح میشه در ازدواج چند ملیتی و یا ایرانی هایی که در ایران ازدواج کردند و بعد به امریکا آمدند و حالا اینجا از هم جدا میشن و اموالشون بر طبق قانون ایالتی محل اقامتشون تقسیم میشه ولی مسئله مهریه میمونه در ایران که آیا او هم با این طلاق حل شده یا نشده که متاسفانه معمولا حل نمیشه و جدا باید بهش رسیدگی کرد تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش